سلام، پیمان حسینی اومده از تجربیاتش تو حوزه تولید محتوا برای کسب و کارهای مختلف تو فضای اینستاگرام صحبت بکنه. این قسمت رفتم سراغ سالن‌های زیبایی و بلاگرها و اینفلوئنسرها این حوزه. ببینید، اینستاگرام از اول پای عکس ساخته شده و اومده بالا. پس عکس خوب و با کیفیت رو جزء اولین اولویت‌های کارتون نمیشه بدونید. یه سالن زیبایی برای جذب مشتری از طریق پیج اینستاگرامش باید نمونه کاراشو با تنوع بالا و بهترین کیفیت ممکن همراه با کپشن‌های پر انرژی منتشر کنه، به طوری که بتونه از نظر احساسی با مخاطب ارتباط برقرار کنه. توصیه و تجربه به سالن‌های زیبایی اینه که به جای هزینه کردن برای مشاور گرفتن اینستاگرامشون، بیان یه دوربین خوب تهیه بکنن، یا نه اگه دوربین نشد یه موبایل با دوربین خوب جواب کارشون رو میده. فقط و فقط باید یه ذره ذوق عکاسی داشته باشن. چه خوبه که یه سری آموزش‌ها از آرایش‌های خیلی ساده که هر خانومی میتونه تو خونه انجام بده منتشر بکنید، و چه خوبه که این ویدیوها رو خودتون بسازید و صرفاً از جای دیگه بر ندارید، چون کاری که خودتون می‌کنید تاثیرش خیلی بیشتر از اینه که از جای مختلف بردارید. اما برای خدماتی که برای عروسه انجام میدن، من سه تا پست در نظر گرفته بودم. یکی اینکه نحوه استقبال شما و نوع برخوردتون و آماده شدنتون برای اینکه یک عروس بیاد پیشتون چیه. دو اینکه چه کارهایی برای یک عروس انجام دادید و از مراحلش فیلم بذارید و منتشر بکنید. سه اینکه نتیجه کار رو به زیباترین حالت ممکن منتشر بکنید تا بیشتر تاثیرگذاری روی مخاطب داشته باشه. و اما چیزی که الان به ذهنم رسید این بود که میشد تو این دوران کرونا یک کمپینی درست کرد به اسم آرایش در خانه، و صرفا افراد ویدیوهاشون رو برای شما میفرستادن و شما اونا رو تو استوری منتشر میکردید. این کار شما باعث میشد که مخاطب متوجه این بشه که شما براش ارزش قائلید و صرفا فقط به فکر پول نروردن نیستید. اما بلاگرها و اینفلوئنسرها این حوزه همه از ترس بزرگ بودن صدف بیوتی یا از استرس اینکه حتما مثل صدف بیوتی بشن بازی کامل میبازن. یعنی که صدف بیوتی بهترین پیج تو این زمینه است و حتی میشه گفت یه الگویی برای تمام پیج‌های مختلف تو حوزه‌های متفاوت دیگه هم هستش، شکی نیست. اما همین صدف بیوتی هم اول کسی نمیشناختش. پس عقب نکش، نگو نمیشه، سخته، میدونم خیلی سخته، ولی شدنی. یکی از چیزایی که تو ذهن من تو این حوزه من ندیدم کسی انجام بده اینه که به عنوان یه مشتری برید وارد سالن‌های زیبایی مختلفی بشید و از تجربیاتتون از اون سالن، چه خوب چه بد، برای مخاطب خودتون منتشر کنید. و در آخر میتونم بگم محتوای مختلف دیگه هم میشه تو این حوزه ساخت و صرفا اینا بخشی از تجربیاتم بود. این سومین ویدیو من از تجربه‌ام تو حوزه تولید محتوا برای کسب و کارهای مختلف تو فضای اینستاگرام بودش. خوشحال میشم نظرتون رو تو کامنت‌ها راجبش بدونم. من قول میدم راجب کسب و کارهای مختلف دیگه هم صحبت بکنم. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشید. خیلی مخلصیم. همین.